بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. خوش باشد که با ایمان بمیریم، برای دوست جاویدان بمیریم. چه خوش باشد میان سنگر حق به زیر سایه قرآن بمیریم. چه خوش باشد که با ایمان بمیریم، برای دوست جاویدان بمیریم. چه خوش باشد میان سنگر حق به زیر سایه قرآن بمیریم. اگر سوگواری از 3 روز بیشتر جواز می داشت و صحیح می بود، احقترین انسان به سوگواری و سیاترین روز در طول بشریت و در تاریخ بشریت روز است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از دنیا رحلت کرده است. اگر چنین کار جواز می داشت و صحیح می بود، اصحاب کرام رضوان الله علیه اجمعین که پیغمبر خدا علیه السلام را از جان و اولاد و مال خود دوست داشتند، اونها خواه چنین کار به ما می دادند و امی امانت الهی را هم به ما شما می سپرد. به وقت خواندن قرآن بمیریم، چه خوش باشد علی گونه. کتاب دیگری به نام من لا یحضره الفقیه در اوج از حضرت علی ابن ابی طالب رضی الله عنه روایت میکنه که مبارک برای یارانش میگوید که لا تلبس السوداء فانه لباس فرعون. سیاه نپوشید، چی حالا شروع کردید؟ زیر سیاه پوشیدن لباس فرعون است. چه خوش باشد که چون صدیق اکبر. در نهج البلاغه در صفحه 576 و مستدرک الوسائل الشیعه در جلد 2 صفحه 445 ذکر میکنه که حضرت علی رضی الله عنه و ارضا در وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم با جسد آن حضرت صلی الله علیه و سلم رو آورد و مبارک را مورد خطاب قرار داد که لولا انک نهیت عن الجزع. ای پیامبر، اگر ما را از جزع و فزع و آواز کردن بلند کردن آواز منع نمی کردی و امرت به صبر و امر به صبر نمی دادی لانفدنا علیک ما الشؤون، ما تمام آب چشمی که در چشم داشتم او را برد خلاص میکردم و عمق گریان میکردم، ولی تو به ما امر کردی که جزع نکن، گریان نکن و قال مقال نکن، به امر تو نمیکنم. به زیر سایه قرآن بمیریم. چه خوش باز در نهج البلاغه و وسائل شیعه جلد 3 صفحه 270 و خصال صدوق میخوانیم که حضرت علی کرم الله وجهه خودش میگه که من ضرب يده عند مصيبه على فخذه فقد حبط عمله. هر کسی که در مصیبت رانای خود میزند تمام اعمال صالح را خراب و برباد کرده است. قرآن بمیریم.
خوش باشد بسان ابن. در منتهی الاعمال کتاب دیگری از برادرای اهل تشیع ماست، از حضرت حسین رضی الله عنه نقل است که حضرت حسین در دشت کربلا برای خواهرش خطاب میکند: یا اختی، ای خواهرم، احلفک بالله علیک ان تحافظی علی هذه الحلف، اذا قتلت فلا تشقی علی الجیب ولا تخمشی وجهک باظفارک ولا تنادی بالویل والثبور علی الشهادت. خواهرم، تو را به الله قسم میتوم به خاطر خودم که این تعهد و این قسم را نگاه بکنی، این را نشکنانی. ارگاه که ما شهید میشم باز گریبان تپاره نکنی، بعد از او روی تا نکنی و با آوازهای جاهلیت آواز بلند نکنی، شعر و حنار اجزا را بر ما نخوانی. چه خوش باشد میان سنگ. ما چیزی که میگیم یزید نه حضرت حسین به شهادت رسانده که ما برش بگم نفرین به تو بود و نه شرابخور بود، نه زانی بود و نه چیزا را در او وقت بزرگ در حکومت اسلامی دیده میشد. خلافکاری های سیاسیش بسیار زیاد است و مسئله نفرین و مسئله بد گفتنش به عنوان از اینکه چطور یک انسان را به شهادت میرساند و چرا قاتلین را به محکمه نمیکشاند، ولی این معنی از اینکه ما برش بگم کافر است.